السلام علیکم دوستان، پدران، مادران، برادران و خواهران، مهاجران، محبوسان، مظلومین و مبارزای وطن. مینداری خدمت بیان میکنم به برادرایی که اینجا صحبت داشتن و خصوصا به برادر حسین که در مسائل مهم صحبت داشتن. خیلی دعوت خوبم بود، حالا از شما راضی باشه برادر حسین. اون صحبت هایی که کردین در اطراف نشست یکی روزهای آخر در ورشب گذشتگی بود و اون نفرایی را که شرح داده نسبت مبارزه‌شون که 10 سال 20 سال یا 15 سال چند سالی بود، ها بگذار باشه هر یک نفر در راه مبارزه همین سبک و اسلوب و استراتژی و تاکتیکای خودش داره. خب بگذار بمونیم که هر کس به راه خودش مبارزه‌ش که میتونه بوده و مردم هم حق داره که هر جوری که به خواست دل خودش انتخاب کنه. و مطمئن باش که اگر امروز مثال دعوت خود اگر فرق نه از اون نفری که زید به در اوی که رسمی و کجای ببره یا که بعضن سخن از بعضن سخن ها خواست که خداری کنه شما در تالار که بدین، البته کجا برنامه خنون بده چیزی که بعد از روی برنامه حرکت میکردیم. و منظور میاد که هر یک نفر یک همراه خود همسفر خود چه پیدا میکنه، اگر گرچند امروز نفری پیدا میشه که مثال سبک ما را خوب قبول میکنه و نفری از اگه با سبک همون نفر را قبول میکنه که از بعضا سخنا خودداری میکنن یا که از رسم دیگر چه که گفت. خب بالاخیر انشالله که خیر باشه. سلامت باشی برادر حسین و تشکر به این نفری هم که در پورتال حضور دارن، شما که سهم میگذارونین در این سخنانی ها، بس سوال ها و شرح خطان پیشنهاداتون قطعی این کاری شما هم مبارزه است. البته اگر که نفرای هم باشن که به یگان حزب و گروه ربطی نداشته باشین، البته خود سخنرانی شما در همینجا در اطراف مسائل دولت من در مسائل وطن من تاجیکستان صحبت کردن خچم البته مبارزه است و انشالله که این اقدام شما قدردانی کرده می شود. و ما تنسیتی و خانوادی شما را خواهانیم، با امیدی هستیم که روز شود سخنرانی و بحث ملاحظه در اطراف این مشکلات ها و پایان برسن و ما کلگی قرار داشته باشیم در مرحله دیگر، یعنی که بعد از سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری مرحله وطنداری، مرحله وطنسازی، برنامه های آینده و تربیه نسل نورس نسل آینده ده باشیم. وقتی که یک شخص، یک اویله و یا یک سازمان حزب حرکت اقدام میگیره، بدون شک آغاز انجام خود چداره او برنامه و او مرحله. هر چیزی که آغاز داشته باشه پس انجامی هم داره. شما نفرایی که امروز در پی تلاش آزادی هستین، اینجا هم که سخنرانی ها میکنین، بحث ملاحظه ها دارین، این مبارزه هم انجامی خودش داره. مهم هیچ وقت ناامید نباشین. نمیشه که ما دائما، یعنی که مرحله مبارزه ما همی باشه. زندگی اساس خودش مبارزه هست. خب یعنی که به یک سرنگون کردن رژیم امروزه مبارزه ما در زندگی تمام نمیشود. این زندگی خودش مبارزه است و شما امروز در آغاز کار نه بلکه در وسط الکی اومدین. مشکلی در شروع کردن بود، نه که شما شروع کردین. شما مردم مبارز تاجیکستان تونستین کاری را از صفر شروع کنین، یک کاری که مردم ما به او عادت نداشت. یعنی چاره که گفتیم که وقتی که ما دستاورده می شود، بردباری ها می شود، نباید که ما قناعتمند و مغرور باشیم در اونا، بلکه یعنی که باید ما زیادتر حرکت مونه ببینیم. و همچنین در حرکت هم البته که شکست ها می شود، گردش های خچه داره، افتادن ها داره. شما هم مشاهده کردگی این حرکت امروزه را که مقصد بود ضربه هایی که ما خوردیم، ضربه ها زدیم، ضربه ها خوردیم در حرکت. و از اینا هم که نباید که ما ناامید باشیم، دلشکسته بشیم، بلکه هر یک اینا را باید ما انالیز کنیم و کوشش کنیم که در آینده اونا برای ما را باید یک درس بشوند. یک درس باشه برای یک روزی نو، برای یک برنامه نو، برای یک مرحله نو. از او هر چیزی که گذشته ما داریم اینا برای یک تاریخی که هست مثال از اونا انالیز کنیم که ما در کجا چکار کردیم، که بردباریشی در کجا چکار کردیم که به خطایی را دادیم. از همه اینا انالیز کرده برای خودمون برنامه بسازیم، باز حرکتمون را پیش بریم. و متاسفانه گفتیم که بعضن حالتهایی میشود که مردم مظلوم مبارزین بعضن ضربهان میخورن از طرف رژیم امروزه. مثال یکی از اینا را مثال آورده، ما میتونیم که دیروز دو وکیل دفاع بزرگ مار یاروف و نوردین محکموف که به مدت طولانی یکی 23 سال و دیگری 21 سال زندانی شدن، البته که خیلی سخت است.
وقتی که یک آدمیزاد در یک خونه از یک خونه 2 روز که بیرون نبوده چقدر دلگیر میشه. یک نفر یکی یک ماه محکمش کنن 6 ماه یا یک سال باشه چقدر زیاده. اینو در سین سال اینا هم بگم وقتی یک نفر که از 20 سال و 25 سال که میتن شما رختون بفهمه که برای یک انسان چقدر سخت است و این وزمینی هم نه تنها بالای دو نفر از همه زیاد البته که ایجا ضرر میبینه با اویلای اون نفر فرزنداشون که هستن فرزندهای دیداری پدر محروم میشوند از تربیه پدر دور میمونند و غیر از همه این مثال با برادر و مثال مادر دیگر که هستن واقعا هم که بالای اویلای یاروفا که از اینا بسیارتر می نویسن البته و پیش از این ما خب بد بزن رابطه بد که از اینا خبرهای بسیارتر داشتیم نسبت به برادر محکم و خیلی هم واقعا هم یک اویلای مبارز هستن و ایران بینه که همین خیلی وزمینی که بالای سر اینا آمدن و تا مادرش، خواهرش، برادرش چقدر مردانوار استاد میکرن با نامید نیستن یک امید دارن چرا که میگن نه در یک در بارود که بسته شید الله از طرف دیگر باید در دیگر بارود که شده میگردونه اینا هم به امیدی هستن که انشالله روزی میشه که باز یک طرف یک در رحمت به بالا اینا که شده میشه و واقعا هم که انسان نفری که ایمان داره باید که همین خل باشه یعنی اراده قوی داشته باشه ناامید نباشه همه وقت امید داشته باشه و حرکت کنه هدف داشته باشه این وزمینی که گفتیم بالای سر اون اومدن بلکه نه تنها بالای اون نه تنها بالای فرزندای اون نه تنها بالای اویلای اون نفر و اینا هم در هر یک دولتی که ظلم میشوه نفرای پیدا میشوند که عدالت پرور هستند نفرای پیدا میشوند که برای مردم میخواهند جان خودشون قربان کنند هستن نفرا واقعا اینجا یک چیز به یاد اومد با یک جوانمرد صحبت داشتم یک تقریبا 3 سال پیش بود 4 سال پیش بود میخند یک تاجیکستانی بود یک برادر قتی صحبت داشتیم خب یک رشته دیگه را تمام کردگی بود مقصد رشته اقتصاد هم خیلی خواندگی بود و گفت که من میخواستم که حقوق شناس بشم ادوکات کار کنم دیگر چه باشم و گفت وقتی که من داخل شدنی بودم پدر مرا نماند پدر من میگه هر چقدر کوشش کردم پدرم شنون گفت که خوب برای نگاه که بچه هم گفت وقتی که تو مثال میخوای ادوکات بشه یا یک حقوق شناس باشی در این ساحه کار میکنی تو به تقدیر آدمیزاد کار میکنی کاری که تو میبری تقدیر آدمیزاد حل میکنه اگر که دنیا آخرت هم حل نکنی این دنیا ده حل میکنی بعضن کارهای هست و گفت باید که همه وقت عدالت پرور باشی تو میتونی که یک آدم 25 سال برای در زندان جا کنی یا که بتونی که از 25 سال آزادش کنی ببری اگر که تو حلال کار کنی ایروی عدالت کار کنی منفیت تا به مردم رسانده میتونی میگه وقتی با پدرم گفتم که من هیچ وقت نمیشم که کسی را ظلم کنم من هیچ وقت نمیشم که برای پوره شده برای مبلغ شده حیات کسی را بسوزانم میگه پدرم به من گفت که خب گپ اینجا دیگر است گفت گپ در اینجا است که تو در تاجیکستان آیا میتونی استاد کرده تو آیا میتونی دفاع کرده گفت سوال در این است گفت در اونه که تو مبلغ دوست میداری زیاد میگیری کم میگیری گپ در سر این است یعنی که پدرش او را فهمون که تو آیا فردا راضی میشه که برای خود قربان کنی برای مقصد ناعدالتی در تاجیکستان تیر ایستور چیده نمیتونی گفت به همین خاطر فرزند چه میگه راه نمایی میکنه در یک رشته دیگر نه رشته اقتصاد هم دارفته میخونه ولی واقعا هم امروز میبینیم وقتی که در یک دولت ظلم میشوه بالای مردم در اینجا چلی که جورنالیست ها رولی مهم بازی میکنن برای خبرها را رسانوی کردن دیگر و ادوکت ها هم خیلی رولی کلانه بازی میکنن ادوکت ها یعنی نفر های هستن که چهره را آشکار میکنن بعض نفری هست که میخیزه مثال شخصیت های هستن که میخیزن از برای وطنشون دفاع میکنن حرف میزنن و اونا از طرف رژیم که همچون استوغان در گلوی او رژیم موندن وقتی رژیم میخواه که اونا را نیست کنه در پی تلاش نیست کردن اونا یعنی نیست کردن فقط یک جانی نمیشه مثل یک نفر هم که میبری 25 سال زندانش میکنی یا محکمش میکنی نه صداش میبره نه منفیت دیگه به مردم میرسه ایخ چم نیست کردن همون نفره خب وقتی که میخواهند که از همین نفر را که نیست کنن در اینجا پیدا میشوند وکیلایی که یعنی که سهمی خچونه میگذارن اونا جسارتی دارن که میبروین و چهره را آشکار میکنن این قضیه را رسانوی میکنن این قضیه را به ژورنالیست ها میتن به جامعه جهانی میرسونن خب همین خیلی هم این نفرهایی که بدن یعنی که برامدن دفاع کردن اینا نه فقط قضیه هایی که آخر در دست داشتن نه فقط قضیه هایی که نسبتی
مثال حزب نهضت اسلام بود. اینا مگر شما به تاریخ اینا نظر کنید، اینا هم پیشتر فقط دست میزدن همین بزرگ میریاروف، نوردین محکموف، برادر شهرت و دیگرایی که بدن، اینا فقط دست میزدن به قضیا، به نفرای را دفاع میکردن که کسی جسارت نمیکرد که در اطراف اونا چرخ بزنه یا که نام اونا را جای بگیره، به خاطر که اونا مقاومت کرده بودن به ضد خود رژیم. و سبب اساسی از بین بردن این دو نفر همی بود. وقتی گفتیم که دو نفر که بردن زندانی کردن، بالای سر فرزندا وقتی میه، بالای سر آیله میه، بالای سر نزدیکانش میه، غیر علی خطر خیلی کلان، ضرر خیلی کلان دیگه بالای جامعه تاجیکستان میه. یعنی مردم تاجیکستان در روشن فکر، در مربی، در نفری که میتونه مردم راهنمایی کنه به یک راهی درست از دست دادن. وقتی هر یک مردی روشن فکر که میزنن سرکوب میکنن، این خیلی ضرر کلان هست. یعنی نفرایی که مردم هم میتونن که به یک راه روشنایی برن برسونن، مردم هم راهنمایی کنن، مردم هم نشان بتن که چقدر باید ما سربلندانه زندگی کنیم، وقتی اینا را سرکوب میکنن، یعنی بگیم که عقل را از بین میبرن، مغز سالم از بین میبرن، خطرش، ضررش در این جای بو کلانترینش، یعنی یک جامعه میتونه که ضرر ببینه. واقعا هم این خیلی نفرها انگوش شمارن که در داخل وطن و برایان دفاع از اون نفرهایی بکنن که مقاومت کردن به خود رژیم. خیلی نفرها انگوش شمارن. رژیم میتونیست که بزرگ میریاروف، میتونیست که نوردین محکموف، میتونیست که شورت یا دیگه نفرهایی که هستن اونا را وابشه سخناشون را به اساس بگه قبول نکنه. خب بگذار کسی را میخوای اونم برا فلانی را میخوای یا که فلان حزب را میخوای، برا تا وکیلی برا دفاع کردم گی. در جامعه جهانی میگوی به اینا میگه پورا حاضی رساندستن، برا گفتم میگی به اساس بخون تا حکم تا ببرو بتش 20 سال 30 سال سود که برا نو حزب یا که نو شخص دیگری معروف اون نفر زیدی من برامدگی بر زندانی که میتونیسی کار بکنه، میتونیسی که نمیورا به اساس بخونه، نکه برای چی زندانی کرد. اگر من خطا نکنم فکر میکنم که تا این روزه یکم ادوکات 23 سال گرفتگی نبه در خیلی قضیه، یعنی که خیلی پرسر صدا و در خیلی مدت طولانی زندانی کردن 23 سال. من فکر میکنم که 23 و 21 سال هم ده نفرن. این هم واقعا یک داغه بود که در تاریخ تاجیکستان میمونن، واقعا یک داغ کلان هست. چند روز پیش ما با برادر را صحبت داشتیم، چرا که 25 سال طلب کرده بودن از اونا. یک برادر گفت که شاید گفت عفو کنن امیر را ببرورن برای برادر شب بروردن. گفتم نه عفو نمیکنن، شاید 15 سالش بتن. برای چی 15 سال؟ به خاطر که ببینن یعنی که راهبر ما، پیشوای ما عدالت پرور، دل سوز، دلش سوخت، 10 سال شکم کرد، گفت 15 سالش بتن. گفت نه 15 سالش میتن این را نمیبرورنش. نه که نه، یعنی 10 سال شکم کردن. تیپا ببینن ما ولی رحم کرد، ما در عدالت است 10 سال من کرده. اینا میتونستن که عموما اینا را زندان نکنن، سر بتن. نه که برای چی هست؟ برای وقتی که رحمانوف دیناستی خودش را ساخت، خواست که همه شاخه های دولتداری در دست خودش باشه و یکی ای سرکوب کردن بود. میگن که در تره گفتم دیوار گوش کن، یکی سرکوب کردن اید نفر به همون خاطر بود که تا به دیگر را درس بشه. فراموش نکنین از ماهی مرد این طرف ادوکات ها دیگه همه اگزامین گذاشتن و قریب 2000 ادوکات چورشون کردن، یعنی بیرونشون کردن، اونا حق ندارن و شاید که آینده اساسا با فیلتر کنن کرده بگیرن شون، نه فقط بعد از فیلتر کردن. نو اید نفر سرکوب کردن و به مدت طولانی دادن، یک خبر به دیگر بود که ببینین کدامت که زیدی مثال رژیم حرف میزنی عاقبت تنم میشه. من پروا ندارم در جامعه جهانی چی گم میزنن، من پروا ندارم چی مینویسن، من پروا ندارم مادرت چی میگه، همسر تو چی میگه، من پروا ندارم فرزند تو گشنه میمونه، تشنه میمونه، تو زیدی من گزدی من میبرم 25 سال سودت میکنم. یعنی یک پیغام به دیگرات بود که بترسین. این ای بود سبب اساسی، یعنی همه شاخهای حکمت دولتداری در دست یک نفر باشن. خب باقی اونا را
به الله میسپاریم، چرا که حد اقل امیدوارم فراموش نمیکنین، یعنی که دخل داره به همه نفر. البته که از دل نیت همه ما به خبر نیستیم، نمیدونیم کی به کدام هدف ها اینجا میشینن گوش میکنن یا سخنرانی میکنن، و به هر حال امیدی داریم که انشالله که نفرایی که مبارز هستین در فکر وطن هستین و این نفرایی که برای ما و شما برای آینده فرزندای ما و شما سخن کردن و امروز کنج زندان هستن، انشالله که نامای اونا را فراموش نمیکنیم و در حق اونا دعاگو هستیم. باز شما میتونید که به هر یک کس، حتی به پرزیدنت ها، به وزیر ها، به پرزیدنت های دیگر دولت ها، شما میتونید که خبر اختونه به اونا برسونید، سلام اختونه برسونید، پیام اختونه برسونید. و من انشالله امیدوارم که شما راه ها را پیدا میکنین و برای این نفرهایی که امروز جانبازی ها دارن، نفرهایی که در زندان ها هستن، شما با نزدیکای اونا، با پدر مادر و بالسال برادر و فرزندای اونا، شما قرار میتونین بعد کلمه دلی هم اونا را گرم کنین که فرزند شما، یعنی که امروز که اگر کنج زندانن باشه، پس اثر داشت سخنی و حرکتی و به مردم یک چیزی رسید یا قدردانی کرده میشود. فقط اقلا ده کلمه گر بنویسین که تشکر برای فرزندتون، مثلا همین میتونه که دلی مادری همونه، دلی پدری همونه فرولا گرم کنه. انشالله من امیدوارم که این کارا میکنین و فراموش نمیکنین، باید که قدردانی کرده بشون این نفرایی که امروز در این حالت قرار دارن.